درود و سلام. بیننده آخر خط به گونه زنده است، نور هستید. صدای حمایت از مخالفان از درون نظام. چرا حکومت افغانستان با عوامل نفوذی طالبان در نظام برخورد جدی نمی کند؟ همواره یکی از دلایل مهم افزایش ناامنی و حملات انتحاری در مراکز مهم و حساس نظامی و سیاسی در کشور، همکاری برخی علاقات در درون نهادهای سیاسی و امنیتی با گروه های هراس افغان گفته شده است. حتی این مسئله تا این حد برجسته شد که شماری از نمایندگان مردم چندین بار شورای امنیت را متهم به حمایت از مخالفان دولت کردند. همچنان گفته شده که بیشتر حملاتی که بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی و مراکز مهم نظامی و سیاسی انجام شده و همکاری همین ستون پنجمی‌ها و یا هم نفوذی‌ها بوده است. با این حال، به تازگی اظهار نظر یک عضو بلندپایه شورای عالی سال در مورد طالبان خشم خیلی‌ها را برانگیخته و اظهارات او در تضاد آشکار با امنیت و منافع ملی افغانستان گفته شده است. هرچند گفته می شود این عضو شورای عالی سال از وظیفه‌اش سبک دوش شده است، اما مردم از حکومت می خواهند تا به این کار بسنده نکند و او را به محاکمه بکشاند. گفتگو روی این موضوع با آقایان غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان و توریاله غیاسی کارشناس امور سیاسی که تا لحظات بعد تشریف دارند. سپاسگزارم از حضورتان جناب مجروح. دفاع از طالبا از درون نظام و دفاع از کارکرد گروه و چه معناست؟ بسیاری میگن منافع امنیت ملی افغانستان است. به نام خداوند بزرگ، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتان، بینندگان نهایت گرامی و همچنان برادر مجاهد و عزیزم جناب قیاسی صاحب که تازه به جمع ما پیوستند. تأسف در اینجاست که کسایی بگویند همکاری یا حمایت از دشمن به خیر منافع ملی افغانستان هست. چی چیز میتونه تثبیت بکنه که با دشمن خود همکاری کردن، دشمن خود تقویت کردن، مردم خود کشتن میتونه به منافع ملی یک کشور بیانجامه، حالا افغانستان باشه یا غیر افغانستان؟ من باور نمیکنم چنین چیزی باشه. کسایی که چنین تحلیلی هم دارن مربوط به خودشان هست، ولی یک چیز میخوایم بگوییم که حکومت افغانستان از بعد و پیدایش طالب بعد از امی نظام کنونی بسیار تعلل کرده و شاید بعد از حلقات هم در درون نظام کوشش کردن که جنگ تغییر بدن، وضعیت جنگ افغانستان تغییر بکنه. و امو بود که مسئله تغییر جنگ از جنوب به شمال یکی از دلایل بسیار عمده می باشه که ادهی در درون نظام به فکر این بوده باشن که وضعیت افغانستان تغییر بکنه و حالات جنگی افغانستان هم تغییر بکنه. چون شما میدیدین که در سالهای بعد از 2001 تا 2007 و 8 شمال افغانستان به یک پایگاه امن برای مردم افغانستان تبدیل شده بود و مردم افغانستان میتونستن به آرامش کامل شد تا شبها را در مسیرها تردد بکنند و با خبری داشته باشند از احوال ولایات و بیرون از ولایات. بنان با تغییر وضعیت جنگی افغانستان و انتقال جنگ از جنوب به شمال میتونه که دلایل کمک قوی تر بسازه که بعضی علاقات در درون نظام بوده که خواستن جنگ در سراسر افغانستان پراکنده شود. هدف اینا همکاری با طالباست، یعنی چیز دیگه میخوان به دست بیارن؟ تغییر وضعیت جنگ و انتقالش به شمال برای چی؟ هدف هر چی میخواد باشه، ناامن کردن مردم خودش یک خیانت است. کشاندن کل افغانستان به یک جنگ و به یک ویرانی و مشکلات خودش میتونه یک خیانت محسوب شود از هر کس، هر مقام و از هر کس. خب در این بین اظهارات آقای مجاهد چه معنا پیدا میکنه؟ اصلا من خیلی علاقه ندارم پیرامون از صحبت های آقای مجاهد صحبت بکنم، به دلیل از اینکه ما هیچ توقعی نمیتونیم از آقای مجاهد داشته باشیم که او چیز دیگه خطاب بکنه. دشمن است، ولی مطلبی که بسیار مهم است ایست که ما تا حال به فکر این بودیم که شورای عالی صلح و مشاور شورای عالی صلح شاید مشوره بده برای طالب‌ها یا گروه‌های مخالف حکومت افغانستان که اونا بیان برای روند صلح افغانستان رو پیوندن. اما اظهارات آقای عبدالحکیم نشان داد که نه تنها که اونا نمی‌خواستن طالب به حکومت افغانستان رو پیونده، اونا در تشویق و ترغیب این بودن که نوی حکومت افغانستان با طالب بپیونده و این خودش میرسونه. ولی یک گوشه مکس میکنم، به دلیل از اینکه با دوستای ما فکر نکنن که نخواستیم روی موضوع صحبت بکنیم،
ما بی اهمیت بودن حرفای مجاهد گفتمان نمیخوایم مکس بکنیم. آقای مجاهد قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود باقی گفتند. او در برابر تجاوز، اگر قیام در برابر تجاوز، اگر جنگ در برابر دو تجاوز سرخ و سیاه، اگر آزادی افغانستان بغاوت است، بله شاید بغاوت کرده باشد. اما اگر آزادی افغانستان و جنگ برای دین و برای آزادی ملک جهاد است بر مبنای قرآن کریم، آقای مجاهد خوب است که حتی تجدید بکنه به او نظر خود. و ما نمیتونم از لحاظ شرعی ایره چه بکنم که شاید کسی که یک مجاهد رای خدا را، یک مجاهد آزادی وطن را، او باقی خطاب بکنه، شاید تجدید بکنه بر ایمان خود. و در کنار از اگه اجازه بگیم، رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان هم نابسامانی های افغانستان به اونا رفت میده، در صورتی که با ایجاد حکومت وحدت ملی تمام اقوام با هم برادر ساکن در افغانستان، اینها آمدند و در کنار حکومت افغانستان جای داشتند. ولی یک ده کسای بودند که نتانستند تحمل بکنند حکومت مجاهدین در افغانستان و به افغانستان توطیه جور کردند و جنگ داخلی را برانداختند و او هیچ ربطی برای حکومت اسلامی که در اون زمان تشکیل شده بود نمیگیره. و او حکومت شهید استاد ربانی برای دفاع از افغانستان و مردم افغانستان خود او جنگ میکرد و میحالی هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان برای دفاع از افغانستان جنگ میکنه، برای دفاع از ملک و سرزمین جنگ میکنه، برای دفاع از مردم مظلوم و ستمدیدی افغانستان جنگ میکنه که در اون زمان هم جنگ بود. یکی جنگ است، یکی دفاع، یکی جنگ برای دفاع از مردم است، یکی جنگ به خاطر به دست آوردن قدرت. اما حکومت اسلامی افغانستان جنگ به خاطر آزادی افغانستان می قسم که در زمان جهاد به پیش برد، اما قسم در برابر دشمنان افغانستان در هم حالت امیال هم مجاهدینی که در ترکیب نظام قرار دارند، اینها در دفاع از افغانستان قرار دارند و ایره می تانیم یک نوع مبارزه اختلافانه بنام. بله، میخوام کوتاه پاسخ بگیرم. اما از وجود نفوذی ها انتخاب میشه، کسایی که در نظام هستند و طالبان را در رسیدن به اهدافشان، اهداف تروریستیشان علیه نظام و حکومت کمک میکنند. این مسئله چقدر جدی هست؟ مسئله خیلی جدی است در صورتی که چنین باشه. متاسفانه در افغانستان همیشه حرف هست ولی سند کسی ارائه نمیکنه. من رد نمیکنم که نفوذی نیست، اگر نفوذی نیست پس چه مشکل چقدر کلان شده. این که طالبان هفت خان رستم میگذرن از پاسگاه ها میگذرن و موقعیت مهم نظامی سیاسی دارن. من عرض کردم به شما سوال برنگی یک طالب چی گیرون به وزارت دفاع داخل شد چند سال قبل، شما دیدیم تا دروازه دفتر وزیر دفاع افغانستان. بله. یک طالب چی گونه تانست که بیای و میمونخانی والی قندهار در یک هفته پیش بمبگذاری بکنه؟ اینها میرسانه که افراد نفوذی دشمن در داخل نظام وجود داره، ولی ای که کیها هست ما تاره کدام سنده که داله بر دست داشتن فرد یا افراد بکنه در داخل نظام، من شخصا ندارم و نمیخوام که اتهام ببندم بر افراد، ولی ایره رد نمیکنم که حتما افراد نفوذی در داخل نظام وجود داره که میتونه برای دشمن کمک کنه. چرا تحقیق نمیشه، چرا یا شناسایی نمیشه؟ بعدن بس میکنیم. آقای قیاسی خیلی جد خوش آمدین. اظهارات آقای مجاهد واکنش داشته از سوی شمار زیادی از شهروندان افغانستان، ای که اظهارات منافع ملی افغانستان است، علیه منافع ملی افغانستان اقدام کردن است. دفاع از طالبایی که در صدد براندازی نظام هستند معنای جز این نداره. به باور آقای مجروح که نشان داد اینا نمیخواستن طالبا به صلح بپیوندن، چیز دیگه یا مشوره میدادن و موضوع وجود نفوذها جدی است. به نام خدا و عرض سلام حضور مجروح صاحب، وکیل مردم در پارلمان، بینندگان عزیز، شما و همکارانتان. خب همونطور که آقای مجروح اشاره کردن، مسئله روشن است. ما از کسی مثل آقای مجاهد که سوابقش معلوم است، مزدوریش به ایادی معلوم است، اینا معلوم هستند که در سازمان لابراتوار سازمان استخباراتی پاکستان تربیت شدن، افکارشان شستشو شده،
و برشان اهداف از اونجا تعیین میشه. ما از این توقع نداریم که خب غیر از این سخن بگوید. حالا اگر فقط پالانشان عوض شده کدام وضعیت تغییر نمیده، اما مهم است که وقتی میاین از یک فضای استفاده میکنن و از مسئولیت های بر از اینا داده میشه و اینا مثلا حمایت های مالی و مادی و معنوی از اینا صورت میگیره، زیر چتر دولت قرار میگیرن در یک سازمان بسیار مهم که وظیفهش آوردن صلح است برای افغانستان و ایجاد تفاهم است میان طرف های مختلف درگیر در افغانستان. حضور همچون چهره ها در همچون یک جاهای خطای بسیار بزرگ است که از سوی کسایی که اینا را برمیگزینه و میگماره در چنین جاها و در چنین منصبای. وجود این اینا چی معنا داره؟ اینا عناصر موذی هستن که هیچ وقت از او سازمان اینا را به اصطلاح ساخته از اهداف و از زیر چتر و سایه از او دور شده نمیتونن و این ما خود ما را فریب میدیم. اینا باید به سزای اعمالشان برسن. اینا به عنوان کسایی که در این وطن جنایت آفریدن، اسلام را بدنام ساختن، دین من به اصطلاح بدنام ساختن در میان مردم بس بویژه نسل دو سه نسل گذشته در افغانستان، حتی موجب حضور و رویش ادیان دیگه مثل مسیحیت در داخل افغانستان شدن. ما خوب به خاطر دارم زمانی که طالبان کابل را گرفت، یک مدت بعدش دو سال بعد در حالی که کابلی که به اصطلاح مسیحیت وجود نداشت، ما 194,000 نفر مسیحی داشتیم. اینا این طیف مردم هستن، از این قبیل آدم ها هستن. اینا نمیتونن باید به اصطلاح از این فضایی که به وجود آمده استفاده کنن و مردم که اینا را بخشیده باید بسیار مشکور و خدا را شکرگزار باشند که اینا در برابر خشم مردم قرار نگرفتند و باید اینا روش خود، منش خود، گفتار خود، رفتار خود اصلاح بکنند. در غیر از او به سرنوشت بسیار خطرناک مواجه خواهند شد. مسئله وجود نفوذها در نظام که علیه نظام کار میکنند و طالبان را در رسیدن به اهدافشان کمک میکنند دغدغه همه است و بسیاری ها از این موضوع انتقاد دارند و میگن که نقطه ضعف حکومت است و نقطه آسیب پذیریش. این مسئله پیش شما چقدر جدی است؟ بسیار در جدی به نظر میرسه، یعنی از او حدی که تصور میشه جدی است. خب اگر در وضعیت نرمال و وضعیت عادی شما فکر بکنین، عناصر نفوذی که حالا به یک شکل ستون پنجم هم بهش گفته میشه، خود تعریف خاص خود از ستون پنجم داره، میتونه که مجموع نارضایتی های عمومی و همینطور عناصری که به صورت سازمان یافته در یک درون سیستم یا یک نظام نفوذ میکنن یا حلول داده میشن، اینا دست به هم میدن. حتی اتفاق افتاده در خیلی جاها که سبب سقوط نظام شدن بسیار به سادگی، بسیار بسادگی. اگر سازمان های کشفی و استخباراتی کشورها با قوت و با قدرت در برابر همچو اشخاص یا اعمال و دسته ها و گروه ها اقدام نکنن، خیلی از کشورهای مقتدر متزلزل می سازن این افراد. این افراد در همه کشورها هستند، از جمله افغانستان که با وفور و بسیار دیده میشه. مگر همونطور که وکیل صاحب اشاره کردن، مگر این امکان داره که شما در امن ترین جای در داخل یک کشور که او خانه والی است، دفتر یک والی است، وزارت دفاع یک کشور است، قماندانی امنیه یک کشور است، یک پایتخت یک کشور است، اینا وارد میشن و اینا اعمال نفوذی، کسی که آنقدر نزد نظام مطمئن است و اعتماد داره که میتونه بدون تلاشی، بدون هیچ دغدغه انتحاری را و یا کسی که برش وظیفه داده شده بیایه و در اون نقطه آخر برسانه و وام جا به جا بکنه. شما می این اوج اعتماد است. اوج اعتماد بالای کسی است که داخل رده های بلند حکومتی داخل شده و او اعتماد میشه برش و میتونه به راحتی در نزدیکترین نقطه هدف در به اصطلاح خودش برسانه. و این واضح است. ما عوامل متاسفانه اونطوری که وکیل صاحب اشاره کردن، کدام لیستی را باید طال منتشر می ساخت و یا ما خبر می شدیم که مثلا سازمان
امنیت ما و شما اعلان کردن که 100 تا اموال نفوذی را ما دستگیر کردیم. خب مردم راحت میشد، میگفتن والله چشم زربینی، چشم به اصطلاح شیشه‌ای افغانستان کو سازمان استخبارات افغانستان است میبینه و از نظر از این پنهان نیست، هر نوع مال نفوذی و ستون پنجمی. اینجاست که مردم اعتماد میکنه، مردم حاضر میشه برچ بیشتر در صفوف دولت قرار بگیره، در صفوف قوای مسلح قرار بگیره و از وطنش دفاع بکنه. وقتی که او مطمئن نیست و بسیار آسیب پذیری را وجود میاره که مردم خیلی خوب اعتماد مردم به شما انتقاد دارین که برای چی اینا به شناسایی نمیشن و لیستشان منتشر نمیشه. خب برای چی نمیشه این موضوع؟ برای چی وقتی این همه آسیب پذیری است؟ خب سوال است که ما مبعث شهروندان از این کشور تقاضا داریم و این همه بحث، این همه صحبت، این همه علائم، این همه مشخص. خب مشخصهایی که وجود داره که میرسانه که نمیتونه بدون اعمال نفوذی کسی چنین عملیاتی را انجام بده دشمن، مگر یک طالب عادی و ساده که گویا به اصطلاح فقط یک از مدرسه برآمده باشه و یک انگیزه عادی به اصطلاح یک دغدغه شخص خاص خود داشته باشه، مگر او میتونه با این پیچیدگی یک عملیات استخباراتی را سازمان بده و با در نفس قدرت داخل شه و در مرد پیشتر آقای وکیل آقای مجروح گفتن که شمار تلاش دارن که وضعیت جنگ تلاش بتن و اینا خاناخا در همخوانی با طالبا عمل میکنن. اینا هم اما نفوذی ها هستن یا بدون تردید؟ بدون تردید ما این تجربه را داریم. درست وقتی که انقلاب اسلامی پیروز میشد سال 1371 در تا رسیدن به سال 1371 خیلی از اراکین بلندپایه دولت نجیب با ما تماس داشتن و آرام آرام اینا با بقیه کسا کار کردن و فرصت مساعد ساختن که از درون به تعداد خیلی از وسیعی از افسران نظامی، قطعات ملکی و نظامی و همینطور به مجاهدین بپیوندن در سراسر افغانستان. بسیار امکان پذیر است. ما که تجربه به اصطلاح این را داریم که چطور میتونه آدم در درون حکومت هایی که قدرت به دست دارن، پایتخت در دستشان است و بعیس نیروهایی که میخواهیم قدرت بگیریم، میفهم چگونه آدم داخل شوه. وقتی که عملکردهای امروزی را میبینیم از دشمن، میبینیم که واقعا امو کارهایی را که ما قبلا انجام میدادیم اینا هم انجام میدن. سپاسگزارم آقای مجروح. شما پیش اشاره کردین که شما را در پی تغییر وضعیت جنگ هستن که کارشان هم در همخوانی با طالبا و به سوی طالبا تمام میشه، میخوان جنگ از شمال به جنوب ببرن. اینا تعریفشان فرق میکنه با نفوذی ها اونایی که عمال طالبا هستند در اون نظام؟ می سوی تعبیر نشه و من نگفتم جنگ میخوان از شمال به جنوب ببرن. خب تغییر وضعیت جنگ قبلا بله. قبلا تغییر جنگ دادن، هرچند تغییر جنگ هم نیست دیگه، داخل ولایت درگیر جنگ است. بله قبلا نبود، با انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان در آتش جنگ سوخت. اون مسئله بود که شده تمام شد دیگه، رفت هر کس بود و هر چی کرد و کی کرد و چرا کرد. خب اینا چگونه میخوان وضعیت جنگ تغییر بدن؟ من فکر میکنم جواب شما رو قبلا دادم، گفتم که بعد از سال 2009 و 10 شما دیدیم که جنگ در افغانستان تغییر کرد، انتقال کرد جنگ از جنوب به شمال و فعلا در تمام افغانستان جنگ جاری است. دیگه نیاز به انتقال وجود نداره، جنگ بود انتقال کرد. حالا که کی انتقال کرد؟ انتقال چرا کرد انتقال یا گسترش یافت؟ به خاطر چی انتقال کرد؟ او بحث که جنوب حالا ولایتاش امن باشه. نه هلمند هم ازش خوب نیست، غرب فرا هم خوب نیست، زابل هم که خوب نیست، ولایت خوب نیست. وقتی ما انتقال میگیم نگفتیم که در مناطق جنوبی یا جنوب غربی یا غربی جنگ ریشه کن شد. ما گفتیم که جنگ انتقال کرد، ناامنی انتقال کرد، شمال افغانستان هم ناامن شد. حالی که باز میگم که یک کی کرد و چرا کرد و با چی هدف این مسئله را انجام دادن، او دیگه باز یک کارشناسی تکنیکی کار داره، یک کارشناسی استخباراتی کار داره که این موضوع معلوم شود که کیها در انتقال جنگ از جنوب به شمال دست داشتن و همه افغانستان رو هم ساختن. او باید یک بحث کارشناسی کار داره. شما پیشتر گفتین که وجود نفوذی ها جدی هست و آقای قیاسی هم میگن که بله وجود اینها حتی باعث سقوط نظام میشه، این تجربه ثابت کرده. اینا در چی سطوحی هستن؟ خب برای چی اینا گرفتار نمیشن؟ برای چی اینا از سوی نهادهای استخباراتی افغانستان، حکومت افغانستان شناسایی نمیشن؟ ببینید وقتی ما میگیم جدی هست، در داخل دفتر
میمانخانه ولایت قندهار وقتی بمب انفجار میکنه به معنای ادی که جدی هست. وقتی در خود شهر کابل در خیلی از نقطه ها دشمن خود میرسانه و به سفارتخانه ها حمله میکنه، به میمانخانه ها حمله میکنه، به قطعات نظامی حمله میکنه، برای به خانه های مسکونی حمله میکنه، به معنی ادی که جدی هست. اما اینکه اینا کی هست و کی میتونه که اینا رو انتقال بده و تا دروازه های داخل سفارتخانه ها یا میمانخانه ها یا رستوران ها یا خانه ها برسانه، اینمی بسیار مهم است. جدیه در همین جا هست. هیچ کس از دشمن توقع نداره که دشمن حمله نکنه. در رویداد چند روز پیش قندهار رسیدن خب دشمن تا میمانخانه ولی قندهار خب سه تا پاسگاه بوده که تلاشی میکده و سوال برانگیز است که چطور تانسته از این سه تا گفتم پنج تا پاسگاه از پنج پاسگاه امنیتی میگذره و اونجا بم جاسازی میکنه و هم در موبل و با این همه فرصت اینجا هست که تثبیت میکنه که بله نفوذی هست و تانسته که دشمن کار بکنه و حکومت افغانستان باید بسیار متوجه باشه. خب چرا شناسایی نمیشه؟ شما میگین متوجه باشه؟ انتقاد وجود داره. این سوال است که بعد نهادهای استخباراتی و کشفی جواب بگوین. سوال است که باید رهبرهای حکومت جواب بگوین. سوال است که متاسفانه همیشه در ذهنها مانده و هیچ کس پاسخ از این سوال تا حال نداده. ولی یک مطلب ما میخوام بگویم، شک نیست که در زمان حکومت دکتر نجیب حکومت در اواخر به سقوط مواجه شد و یک عده افراد با مجاهدین همکار شدند و نظام از داخل برهم پاشید. اون نظام حمایت مردمی رو با خود نداشت. اون نظام مردم افغانستان از او حمایت نمی‌کرد. مبتنی بر اراده جمعی مردم افغانستان ایجاد نشده بود و هیچ کشور هم از او حمایت نمی‌کرد. ولی خوشبختانه که این نظام، از یک طرف شکی نیست که همه منتقد نظامه، ولی ایران خوب میدونه که مؤثر تمام زحمتکشی‌های علمی مردم افغانستان شدن این نظام. هیچ کس نمیمونه که این نظام سقوط بکنه ولی با قیمت جان خود. این یک مثلا این مردمی که انتقاد میکنن، انتقاد به خاطر از این نمیکنن که افغانستان سقوط بکنه یا حکومت سقوط بکنه، انتقاد به خاطر اصلاح نمی حکومت میکنن که تو حکومت مکلفیت داری مطابق با قانون و اصول که اینمی کارا رو انجام بدی با ما انجام ندادی. یک مثلا و بحث دیگهش، خیلی از کشورهای جهان در کنار این نظام هستند و نظام حمایت میکنند از داد سیاسی و حکومت میتونه جان داشته باشه و میتونه که سقوط نکنه، ولی روی هم رفته جنگ ها، کشمکش ها و تنش هایی که در افغانستان به وجود آمده، اینایی برای نظام یک چالش بسیار کلان و مهم هست، ولی پایه های اصلی نظام نمیتونه که فرو بپاشانه و تمام دستاوردهای به دست آمده 40 ساله مردم افغانستان از بین ببره. سپاسگزارم آقای قیاسی. پرسش اساسی است که چرا حکومت اقدام نمیکنه؟ به باور شما برای حکومت این مسئله با این همه جدیت پوشیده است؟ وجود عوامل نفوذی و هم به قیمت جان مردم بیگناه افغانستان، سرباز افغانستان و نهادهای افغانستان. اما اگر دمی چرایی مسئله است، مردم، تحلیلگران، روشن فکران، جامعه مدنی، هدف است که این شناسایی سخت است یا اینا خب اینا همه مسئله دمی چرا است. این چرا را باید نهادهای امنیتی استخباراتی افغانستان باید پاسخ بگویند به افکار عمومی که مشکلشان در کجاست، چی کمبود دارند در که شناسایی شده، شناسایی کرده نمیتونند، و یا اگر میشناسند چرا دستگیر نمیکنند، چرا جلو از اینا را نمیگیرند، چرا یا شاید به این فکر باشند که خوب تا وقتی که عملیات انجام نمیشن میتونند کشف بکنند. خوب این خودش یک سوال از ما باید در این بخش هم ای یک ضعف است که همیشه نشان داده میشه و این ضعف خود سازمان استخباراتی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، همونطور کشف وزارت دفاع، کشف وزارت داخله و جای دیگه این ضعف به قوت تبدیل بکنن. بالاخره امکانات بسیار وجود داره، مردم از اون حمایت میکنن، فرزندان خود مردم افغانستان، همونطور که وکیل صاحب گفت تمام مردم افغانستان روز از این رژیم، از این حکومت، از این نظام حمایت میکنن و حاضر هستن و فرزندانشان را برای به اصطلاح فرستادن به جبهه برابر دشمن تقدیم بکنن به حکومت، به نظام.
ایده شک نیست، اما دوام این مسئله سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام میشه. این خطرناک است و که اینجاست که نفوذ دشمن گسترده تر میشه و او فرصت پیدا میکنه، مجال پیدا میکنه که بیشتر کار بکنه در بین مردم، افکار عمومی را منحرف بسازه و برای خودش افراد بیشتر استخدام بکنه و به جبهه سوق بده به اصطلاح، یا کارهای دیگه را مثلا انجام بده، یا در ساحه را که ولو یک ساحه کوچک اگر اونا به صورت رقابتی بتانن از یک نظام، اقلا از یک نظام عدلی و قضایی خوب برخوردار باشه، دشمن در یک ولسوالی، در یک قریه، شما با فکر نمیکنین که در سطح ولسوالی مردم برای حل قضایایشان مراجعه بکنن به دو قریه، به خاطر که یک نظام ولو غیر دولتی، یک نظامی در اونجا است که میتونه به درستی حل قضایای مردم به لحاظ عدلی و قضایی حل فصل بکنه. کجا میره مردم؟ طبعا مردم اونجا مراجعه میکنه. خب میتونه ضعف نهادهای استخباراتی افغانستان، خب طبعا این ضعف ها میتونه بسیار به سادگی به قوت تبدیل شوه و امیدوار هستم که دستاندرکانان امر روی مسئله بیشتر جدی باشن تا پیش از این که به اصطلاح قضیه بیشتر از این وخیمتر شود. موضوع چنان جدی بوده در گذشته هم که چندین بار نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان شورای امنیت متهم به حمایت از مخالفان دولت کردند. تا این حد چی را میرسونند که شورای امنیت حتی نام گرفتند که شخص اطهر را اینا دست دارند؟ واقعا یک سوال بسیار بزرگ است که حتی این مسائل است که در سطح منطقه وقتی مطرح میشه کشورهای منطقه، همسایه های ما، حتی کشورهای بالا فراتر از منطقه نگران میشن که واقعا اگر چنین باشه ما ضایع میشیم برای حضور ما در کنار چنین حکومتی. اگر ما بس چگونه یک نوع بی‌اعتمادی عمومی را خلق میکنه و نتیجهش هم میبینیم که امروز به اثر همین بی‌اعتمادی که روسیه و چین و پاکستان با هم در مسئله افغانستان بحث میکنن به اصطلاح در پشت درهای بسته و پنهان از به اصطلاح دولت افغانستان و نمیفهمند که ما نمیفهمیم که در اونجا چی بس کردن، سر سرنوشت ما بس کردن یا سر تهدیدهایی که خودشان از شرایط بد امنیتی افغانستان میشن، معلوم نیست. خود این به اصطلاح روشن نشدن اتهاماتی که معاون پارلمان بلند میشه و یک نهاد بسیار مهم امنیتی را، شورای امنیت ملی را متهم میسازه، مشاور شورای امنیت ملی را متهم میسازه و ما پاسخ روشن برایش نداریم که آقا مستندات چی است؟ چرا چنین اتهام وارد میکنی؟ چرا افکار عمومی را مخشوش میسازی؟ چرا دست به چنین اتهامات ناروا میزنین شما؟ ما به عوض از اینکه بریم حل مسئله بکنیم، صورت مسئله را پاک میکنیم. این درست نیست. یا رویش خاک میریزانیم و یا مثل قوق زیر آتش خاکستر میسازیم یک چیزی را، هر وقت باشه و پس دوباره بلند میشه. اینجاست که هم مردم احساس بی‌اعتمادی میکنن و هم کشورهای همسایه برای خودشان تصمیم میگیرن در قبال افغانستان، ولو اگر اونا این نظر مداخله‌گرانه باشه، اما برای امنیت خودشان و مرزایشان مجبور هستن دست به یک سلسله کارهای بزنن، چون ما هر روز از درون خود ما بی‌اعتمادی گسترش پیدا میکنه و این بسیار خطرناک است از نظر من. سپاسگزارم آقای مجروب. چندین بار نمایندگان مجلس شورای امنیت ملی را و شخص دبیر شورای امنیت ملی افغانستان هم به حمایت از تروریسم کرد. خب این چی را میرسونه؟ در اون زمان هم که این موضوع مطرح شد، متاسفانه که اسناد راه نشد و این موضوع مسکوت ماند. در چند ما در همونجا گفتیم که بیان این چنین مسئله از طریق تریبیون پارلمان میتونه که یک نگرانی بسیار کلانی را هم در سطح اجتماع و هم در بین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به وجود بیاره. خوب است که این چنین موضوعات بیشتر در یک جلسات محرمانه به چی شوه مطرح شوه و اسناد و مدارکی که وجود داره اونها بروخ کشیده شوه. ولی متاسفانه که صحبت ها هم شد، ولی ما امو اسنادی که دال بر دست داشتن شورای امنیت ملی با همکاری با داعش بکنه متاسفانه ندیدیم و ارائه نشد.
خب چرا وقتی چین مسائل با این همه جدیت از سوی نمایندگان مجلس ارائه میشه باز اسناد ارائه نمیشه؟ نمیتونیم که به اعتبار بکنه مجلس نمایندگان؟ نه ببینید یک مطلب متوجه باشیم. یک نفر عادی ادمی ملک میخواده متاسفانه با استفاده از آزادی بیان امی یک آزادی یا یک مقاومت آزادی خواهانی یک ملتی که 2 میلیون شهید در پی داشته او رو متهم میسازه. کس بمی افغانستان برای چیز نمیده؟ اما این یک نایب مجلس نمایندگان است، نماینده مردم است. ولی وقتی یک نماینده مردم یک چیز میگه و حرف خودش هست و میتونه که خود شما از این سوال بکنین. ولی اینا ما زمانی میتونیم پاسخگو باشیم چیزی که مصوبه به مجلس باشه. ولی در نظر دادن هر وکیل حق داره، حرفی که داره. اما چون این نظرهای به باور آقای یاسی که میتونه به اعتمادی خلق بکنه و بین کشورهای حامی افغانستان وارد دلسرد بکنه. قطعاً من قبلا هم عرض کردم، من تایید میکنم جناب حرفای جناب قاسی صاحب که میتونه یک نوع سردرگمی به وجود بیاره اصلا که ما با کی کمک میکنیم، با کدام کشور کمک میکنیم، امی کشور پلیسی و استراتژی از چی هست، امی کشور به کجا میره، به شک وجود نداره. یا مردم افغانستان مثلا اونها سردرگم میشن که ما به کی رای میدیم، به کشور از کی حمایت میکنیم. بنان ما با این واسطه گفتیم که این صحبت و این گونه صحبت ها باید محرمانه صورت بگیره. ولی متاسفانه که صحبت ها اوریون هم صورت گرفت، ولی این نظر مجلس نیست. نظر مجلس زمانی میتونه باشه که مصوبه مجلس با خود داشته باشه. صحبتی بود از جانب امیر رضا، شما میبینید که از جانب هر وکیل چیزهای مطرح میشه، ولی او میتونه به مو برای خود او وکیل بر بگرده و خودش میتونه پاسخگو باشه برای ملت، برای رسانه ها که امی حرف بر کدام اصول بر کدام مبنا ارائه کرده. دیگه او حرف یک وکیل بود و شاید اگه مستندات هم داشته بوده باشن با حکومت ارائه کرده باشن، یا اگر نداشته بودن نکرده باشن، او رو ما نمیتونیم در قسمت از دو کدام چیزی بگویم. سپاسگزارم آقای قیاسی. زیاد اتفاق افتاده که کسای در رسانه های همگانی آمدن از طالبان دفاع کردن به نحوی، اما اقدامی رسوی حکومت ما شاهد نبودیم. حتی گاهی هم شده که جمعی دستوگ در گذشت رهبر پیشین طالبان ملا عمر آمدن مجلس دعاخوانی بپا کردن، مردم انتقاد داشت، جامعه مدنی انتقاد داشت، حکومت کار نکرد. برخورد با همچین اقدام هایی چگونه باشه از سوی حکومت؟ و اگر برخورد نشه چی دفعی داره؟ ببینین مسئله را ما خیلی کوشش میکنیم که مثلا به عنوان من شخصا مثلا که واقعا همه جانبه ببینیم مسائل، دور از دغدغه های شخصی و گرایشات خود ما ببینیم، برای کل کشور فکر بکنیم. دشمنی ما، دشمنی اگر ما با اگر طالب با یک طیفی از مردم افغانستان دشمن است، این انطباق با یک طیف دشمن است غلط است. و اگر دشمن همه مردم افغانستان است، اگر ما دوست داریم، ما در چارچوب منافع کلان کشور دوستان مشترک باید داشته باشیم. اگر دشمن ها هم داریم، دشمن های مشترک داشته باشیم و این دوستا و دشمن های ما باید تعریف خود داشته باشه. از عمل کردهشان ما اینا را تشخیص بدیم که اینا دشمن ما هستند یا دوست ما هستند. درست؟ اگر این مسئله را رنگ و بوی قومی دادیم برش و گرایشات شخصی و قومی خود ما را به این مسئله دخیل ساختیم، اینجاست که نتیجه گیری ما غلط از آب در میه. یعنی برخورد ما برخورد ملی نمی باشه، برخورد افغانستان شمول نمی باشه. بنابراین ما را باز می داره از یک عملی که در برابر یک تخطی که کسی که دیروز در سنگر دشمنی با این سرزمین قرار داشت، این وطن به تباهی و بربادی کشان. بنان موضع‌گیری های آنچنانی به این انتباه در برابر شخص العمل نشان داده نمیشه که فکر میکنن خب حالا اینجا فضای آزادی بیان است، آزادی عقیده است، میتونه یک کسی اظهار نظر بکنه در حالی که در سنگر نیست و اظهار عقیده بکنه و این ولو اگر هر کسی که است. اما شما میگید که جانبش... این اقدام علی منافع ملی افغانستان است، یک از گروهی است که در برابر نظام جنگنده. یک جانب دیگه از
این است که اونا فکر میکنن خب بالا اینا آمدن یک چراغ سبزی هم برای صلح باشه، ما حالا در جریان مذاکرات صلح هستیم، باید به اینا یک فرصت تنفس داده شود، فرصت آزادی به اصطلاح آزادی بیان عقایدشان گفته شود یا به آزادی سیاسیشان گفته شود. این یک بحث است، اما بحث دیگه که متزلزل میسازه و اینا از بدون از اینکه تعریف خاصی از یک طرف داشته باشند و از کسای حمایت میکنند که علنا هیچ به اصطلاح اعتنایی به این مسائل ندارند، علنا در برابر مردم افغانستان میجنگند، هر روز مردم بیگناه را به قتل و به خون و خاک میکشانند، درست؟ ولی اینجاست که این خیانت تلقی میشه، درست؟ اما اگر اینا آمده باشند عرفایشانه به او مخاطبشان کسایی باشه که دست از جنگ برداشته باشه، در پروسه شامل شده باشه و اونا را کشانده باشه، چرا نه؟ اینا میتونن حرف بزنن، اما وقتی که میاین از کسایی حمایت میکنن، از جریانهای حمایت میکنن که عملا در برابر ملت افغانستان، مردم افغانستان در جنگ هستن و شمشیرشان برهنه، هر روز سر گردن مردم افغانستان فرو میره. این اینجاست که یک پارادوکس از تصمیم گیری را نشان میده، یک طرف مردم قرار میگیره و یک طرف دیگه سیاستایی را که ما دولت تعقیب میکنه، حالا برای رعایت آزادی بیان و عقیده، آیا برای بخاطر از اینکه ما در پروسه صلح قرار داریم، روند صلح پیش روی ما است، یک نوع چراغ سبز نشان دادن و اعتماد سازی، اینا وقتی به وجود میاد که دولت از او اقتدار بسیار بالا برخوردار باشه و بفهمه که این دیگر چاره نداره به یک طرف بیندشه. حالا اینطور نیست، اینا در حالت ایز هستن که فکر میکنن فردا شاید اونا به قدرت برسن، بنان ما حرفی نزنیم که ارتباط ما به او طرف خراب شوه، بنان او ارتباطشان هم محکم میکنن، از هویت و به اصطلاح عملکردهای گذشتهشان هم حمایت میکنن، اونا رو هم تایید میکنن و این طرف هم شما میگین خیانت است کسایی که بله یک نوع خیانت است. ما اگر آمدیم دولت پذیرفتیم، قانون اساسی را پذیرفتیم، باید بیشتر توجه ما برای تقویت پایه های نظام باشه، برای به اصطلاح محبوب نشان دادن نظام باشه، برای به اصطلاح چهره خوب و درخشان از حکومت نشان بدیم و اونا را بگوییم اگر شما نبین سرنوشتتان خب در صورتی که معدوم است، سرنوشت شما معدوم است، شما ما متوجه هستین، به این شکل باید ما دعوت بکنیم از اونا، نه ای که ما هر روز بیاییم حرفای را مطرح بکنیم که سبب کاهش روحی جنگی در برابر سربازان از این کشور شوه، نیروی امنیتی احساس نارامی بکنن که نتونن در عملیات کشفی و استخباراتیشان، عملیات جنگیشان به درستی استفاده شون و نگران باشن که فردا سرنوشت ما چی میشه و سبب سستی ارادهشان در سنگرها شوه. این خودش یک جوانب مختلف داره، تبعات منفیش به نظر من این سیاست تبعات منفیش بیشتر است از تبعات مثبتش. به صورتی که خیانت تلقی شوه خانم اقدام مشخص است دیگه، یا باید تعقیب شوه یا دادگاهی شوه. خب حالا همین مرز وجود نداره که خیانت ملی چی است، همین تعریف باید صورت بگیره. اونه که میگن اقدام علی منافی ملی است، میگن که طالبا در برابر نظام هستن، اونا میخوان نظام رو نابود بکنن. خب حمایت هم از این گروه به معنای اقدام علی منافی ملی است. خب طبعا وقتی که ما به اساس قانون عمل بکنیم، قانون مجازات داشته باشیم، تعریفی از جرم و جرائم داشته باشیم که ما کدام عمل کردهای یک کس، یک شخص، یک شهروند، یک کشور به اصطلاح تعریف خیانت ملی میشه که در برابر از او باید مجازات شوه و پاسخگو باشه، کدام عملش نمیشه، درست؟ این مرز بین این دوتا هیچ معلوم نیست. سپاسگزارم آقای مجروب. حمایت از طالبا خیانت تلقی میشه و دولت هم از موضعی ضعف عمل میکنه، باید مشخص باشه، موارد باید مشخص باشه، جرایم باید تعریف شده باشه. متاسفانه در افغانستان از بعد و تأسیس نظام کنونی تا حال ما نه تعریف مشخص از حاکمیت ملی داریم، نه از منافع ملی داریم، نه از دوست داریم، نه از دشمن داریم، که این خودش باعث شده که ما نتانیم یک چارچوب بسازیم تا
تمام مردم مکلفیت داشته باشند تا مطابق با اصول و مطابق با چوکات تعیین شده از همو استفاده بکنند و راه برند و حرف بزنند. ما آمدیم به نام آزادی بیان حق دادیم هر کس هر چی میخواد بگه. ما آمدیم به نام مثلا آزادی رسانه یا آزادی مطبوعات ما اصلا آزاد گذاشتیم، ورنه بعد یک اصول و یک خطوط تعیین میشد تا اینا مطابق با او عمل میکردن. هرچند ما قانون رسانه ها داریم و از رسانه ها کده آلی بعضی از مردم از آزادی بیان بیشتر استفاده میکنه، خب بیشتر باید از طریق رسانه ها انعکاس پیدا میکنه. حتی بعد یک چارچوب وضع میشد که بعضی از حرفایی که میتونه خطرساز باشه برای مردم و برای اجتماع از طریق رسانه ها پخش نشه. بنان به صورتی که باشه میان سر مسائل دوست و دشمن، دوست و دشمن باید تعریف مشخص و واحد خدا داشته باشه. دشمن کی است و دوست کی است؟ تا زمانی که ما نفهمیم دوست ما کی است و دشمن ما کی است، اینمی سردرگمی در داخل نظام ما هم وجود داره. یک ده افراد در لباس دوست میبینی که کار دشمن انجام میدن و این میتونه برای افغانستان و برای نظام افغانستان خطرساز باشه. به صورت ما آرزو داریم که حکومت افغانستان خطوط اساسی سیاست کشور تدوین بکنه و جهت تصویب به مجلس نمایندگان شورای ملی افغانستان بفرسته، به خاطر از اینکه ما بتونیم یک تعریف مشخص داشته باشیم. هرچند با ایجاد حکومت وحدت ملی رئیس جمهور در سخنرانی که داشت در افتتاح سال فیدی پارلمان یک تعریف نسبی کرد از دشمن، ولی این نمیتونه که این تعریف یک تعریف چی باشه، یک تعریف مصوب شده باشه، نمیتونه یک تعریف تدوین شده باشه. یک چیز گفت که دشمن افغانستان کیست و دوست افغانستان کیست؟ کسایی که قانون اساسی افغانستان قبول داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی افغانستان قبول داشته باشند، مطابق با قانون عمل بکنند، زیر این بیرق قرار داشته باشند، دوست افغانستان هستند و دوست ما هستند، دوست این نظام هستند. کسایی که قبول نداشته باشند با ملت افغانستان بجنگن، علیه منافع ملی افغانستان اونا عمل بکنند، دشمن به اونا دشمن اطلاق میشه. ولی مهم این است که ما فاقد یک خطوط اساسی سیاست کشور در عرصه خارجی و داخلی هستیم. آرزو داریم که حکومت افغانستان در این قسمت یک توجه جدی بکنه تا مردم و حکومت از سردرگمی نجات پیدا بکنند. معلوم شه که ببین افغانستان دوست کی است و دشمن کی است. سپاسگزارم از حضور آقایان غلام فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان و توریاله غیاسی کارشناس امور سیاسی. و سپاسگزارم از حضور شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.